منابع محلی در استان شیعه نشین دایکندی در مرکز افغانستان میگویند که گروهی از شهروندان شهرستان سنگ تخت و بندر این استان که به استقبال زائران کربلا میرفتند در نوار مرزی با استان غور افغانستان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. این افراد در قالب گروهی به منظور استقبال از زائران اربعین که به تازگی از زیارت کربلای معلا و عتبات عالیات از عراق و ایران به افغانستان باز می‌گشتند، رفته بودند که مورد هجوم افراد مسلح قرار گرفتند. یکی از منابع می‌گوید که در این حمله دست کم 12 نفر شهید و شماری هم زخمی شدند. منابع دیگر شمار شهدا را 14 نفر و 2 نفر زخمی ذکر کردند. یک منبع دیگر محل حمله را روستای پال و سنگ غور هممرز با بولسپالی سنگ تخت و بندر دایکندی عنوان نمود. به گفته منابع وضعیت برخی از مجروحان این حادثه تروریستی نیز وخیم گزارش شده است. مسئولان محلی طالبان در دایکندی و غور تاکنون درباره این حمله اظهار نظر نکردند. گفتنی است شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت تیرباران شهروندان هزاره در منطقه مرزی دایکندی و غور در مرکز افغانستان را بر عهده گرفتند. این گروه در خبرنامه خود گفته است که در این حمله 15 نفر شهید و 6 نفر دیگر زخمی شدند. منابع در دایکندی شهادت 14 نفر را تایید می‌کنند. به گفته منابع تمام جان باختگان مرد هستند. از دکتر بتول حیدری استاد دانشگاه از لندن پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. خانم دکتر سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. خانم دکتر لطفاً ضمن بیان آخرین اطلاعات از حادثه تروریستی روز گذشته بفرمایید ریشه این رخدادها بر علیه شیعیان که به صورت پی در پی در حال افزایش است چیه و طالبان در این ماجراها چه نقشی داره؟ بفرمایید. ضمن عرض تسلیت خدمت آقای امام زمان علیهم السلام و همچنین خدمت تمام شیعیان و کسانی که عاشقان ابا عبدالله علیه السلام هستند، متاسفانه حادثه بسیار تکان دهنده‌ای در منطقه شینشین دایکندی اتفاق افتاد که تمام علاقمندان به شیعیان را در دهشت و وحشت فرو برد. متاسفانه همانطور که شما هم گزارش کردید، بیش از 14 نفر از کسانی که برای استقبال زائران ابا عبدالله برای در مسیر قرار گرفته بودند توسط 4 مرد مسلحی که سوار موتورسیکلت بودند برای عکاسی از اونها پایین آمده بودند، اونها را مورد هدف و تیرباران قرار دادند. اما این که پرسیدین ریشه این مسئله تنفر و نفرت از شیعیان در افغانستان در چیست، باید ما بگیم که نسبت به هزارها در افغانستان تبعیض تاریخی و مذهبی سالهای سالها وجود داشته و اونها مرتب مورد تحقیر و سرکوب از طرف هر گروه از حاکمانی که در افغانستان حکومت کردند اینها قرار می گرفتند. و مورد بعدی ایدئولوژی طالبان هست که از هم در دوره اول و هم در دوره کنونی اینها کاملا نسبت به شیعیان اون بغض و حقد خودشون رو همچنان دارند و اونها را در احکام های اسلامی خودشان کافر می دانند. و حتی در دوره فعلی که طالبان اعلان می کنه که باید تأمین امنیت تمام اقوام و اقلیت های مذهبی را در کشور خودشان به عهده بگیرند، متاسفانه اینها به شکل عملی چنین چیزی را هرگز ما از اینها ندیدیم و مرتب در همین دوره دوم کشتار شیعیان و از بین بردن گروه های شیعی در افغانستان تداوم داره. و اینکه سوال شما فرمودین که طالبان در این وسط چه نقشی دارن، متاسفانه طالبان مدعی برقراری امنیت و حفظ امنیت در دوران حکومت خودشان هستند، اما آن چیزی که شواهد نشان میدهد اینها تمایلی برای اینکه محافظت کنن از مناطقی که مردم اقلیت زندگی میکنن از خودشان نشان نمیدن. و باز هم شواهد نشان میدهد که اینها عملا به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم با این جانیان همراهی میکنن و
فقط به تسلیت های در حد مجازی اینها اکتفا میکنند. و اگر اینا قرار بود که در زمینه امنیت شیعیان افغانستان کاری بکنن به شکل اجرایی، تا کنون از اونها ما اقداماتی رو شاهد بودیم. اما متاسفانه میبینید که قتل عام شیعیان افغانستان و نسل کشی هزارها در افغانستان همچنان ادامه داره و سکوت بسیار از کشورهای اسلامی در برابر چنین فجایعی واقعا شرم‌آور هست. بله، سپاسگزارم از همراهیتون در این برنامه. با تشکر از دکتر بتول حیدری، استاد دانشگاه از لندن، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.